یک موضوعی هست، گفتن که ظریف به کلاب هاوس اومده و راجع به سیاست خارجی رژیم و موضوع ترکمن چای صحبت کرده. چرا اون به صحنه اومده است؟ ببینید، خب توجه کنید، از یه طرف ظریف میاد در سیاست خارجی، از یه طرف سید حسین مرتضوی میاد رئیس زندان اوین و گوهردشت در زمینه دادخواهی. امروز ما دو تا موضوع داریم، یه موضوع دادخواهی داریم، موضوع دادگاه حمید نوری رو داریم و مسائلی که در جامعه مطرح کرده و اینکه تابوها رو شکونده و اینکه تا تو خونه های مردممون رفته و اینکه نسل جوان با کشتار 67 و با دهه 60 آشنا شده. این حفره عظیمی که این وسط به وجود اومده بوده یه کمی پر شده. خب مسئله بسیار مهمه، به همین دلیل سید حسین مرتضوی به صحنه میاد، هم به اصطلاح بخواد موضوع دادخواهی رو مخدوش کنه، دادگاه حمید نوری رو مخدوش کنه، نقش حمید نوری رو کمرنگ کنه، هم از اون طرف اومده از موضع درست، یادتون باشه همون حرفی رو که این علی اکبر ملا جان کوروش عرفانی میزنه، ایرج مصداقی رو میگه رژیم فرستاده چیه آمار قتل عام شدگان رو کم کنه، این طرف آقای سید حسین مرتضوی هم میگه ایرج مصداقی اومده حمید نوری رو دستگیرش کرده بعد بردنش دادگاه که در واقع کشتار 67 کوچیک جلوه بدن، نقش اصلی ها فراموش بشه، نقش حمید نوری گنده بشه. حالا فکر کنید توی این دادگاه دائم راجع به اعضای هیئت کشتار 67، اعضای تعیین کننده 4 نفر اصلی، خامنه ای، خمینی، احمد خمینی، تمام موسوی اردبیلی، تمام اعضای شورای عالی قضایی، رئیس سازمان زندان ها، رؤسای زندان ها، همه به عنوان مسئولین اصلی این کشتار مطرح شدن. حمید نوری به عنوان یک نفری که در اوردن و بردن، در ابلاغ حکم اعدام، در اعزام زندانیان به محل اعدام، در بردن اونها نزد هیئت، در این موارد شرکت داشته. خب این تو حکم دادگاه اومده. بعد فکر کنید این بیشرم و حیا مرتضوی میره یه همچین داستانایی رو میگه، درست هماهنگ با کی؟ درست هماهنگ با اون بابا فرقه رجوی، هماهنگ با اکبر ملا جان، خب کوروش عرفانی. این اون بخش ماجراست که اینا تلاش میکردن. یه بخش دیگه هم داشت و اینکه بالاخره این میگه من اصلاح طلبم، میرحسین موسوی رو بزرگ میکنه و بعد اینکه در واقع ما جبهه نجات داریم، دارن تلاش میکنن و و این طرف ماجرا بحث سیاسیه. ظریف به اصلاحات ارتباط داره، نزدیک به اینا هستش، یا اینگونه جلوه داده میشه و یا به فکر چیه آینده است و موضوع سیاست خارجی. خب ببینید، به همون ترتیب که نیاز بوده در جنبش دادخواهی اون بیاد و یک بخشی از نظام رو نمایندگی بکنه، ظریف هم نیاز هست در سیاست خارجی بیاد و در اقداماتی که صورت گرفته و موضوعاتی که هست. میدونید ظریف هم میاد نقدش رو به خامنه ای و جناح خامنه ای میگه، درست مثل سید حسین مرتضوی که نقدش رو به خامنه ای و جناح خامنه ای میگه. پس بنابراین این دوتا رو دارید میبینید، یکیش تو صحنه سیاسیه، یکیش تو صحنه دادخواهیه. اینا میان، هدف یه چیزه، هدف بالا آوردن یه جناح یا یک بازی یا یک سناریو، و اون طرف زدن ما. میبینید خب همه اینا رو دستگاه اطلاعاتی امنیتی میبینه و میتونه بازی های خودشو بکنه سر حالا اون داستان سید حسین مرتضوی
و همچنین بر سر موضوعات دیگه توجهات رو هم از سر موضوعات اصلی منحرف میکنن و بعد به بازی های خودشون ادامه میدن. امروز قوه سپاهی ها میان به ظریف میپرن، ظریف به اونای دیگه میپره، ولی واقعیت امر اینه که بله، یک رژیمی وجود داره که همه اینا به دنبال تأمین منافعش هست. موضوع خب ظریف ترکمنچایی که مطرح میکنه، خب میدونید که ترکمنچای موضوع خیلی جالب توجهیه دیگه، به خاطر بیکفایتی آخوندها، به خاطر شعر و شعار دادن آخوندها، به خاطر تحریکات آخوندها، یه آدمی مثل فتلی شاه با اون بلاحتش بعد از اون تحمیل، بعد از اینکه قرارداد گلستان به ایران تحمیل شد، به خاطر تحریکات اینا رفت حمله کرد دوباره، یا به جنگ با روسیه تزاری پرداخت که نتیجهش چی شد؟ شکست مطلق و تحمیل ترکمانچای و اینکه بخشای عظیمی از ایران بدتر از گلستان به ایران تحمیل شد و بیشتر از گلستان ایران از دست داد و حاصل ترخیزترین مناطق ایران از دست رفت. فکرشو بکنید اگر دوباره این آخوندها میتونستن، و یا اگر دوباره میتونستن نظراتشون رو تحمیل کنن، اگر دوباره میتونستن تحریک کنن، قطعا بدونید یه قراردادی خیلی بدتر از گلستان و ترکمنچای به ایران تحمیل میشه. حکایت خامنه ایه و بلند پروازی های خامنه ایه. تردیدی در این ماجرا نیست که هر مقدار که اینا تعلل میکنن، به خاطر اینکه عقب میرن، به خاطر اینکه قدرت ندارن، به خاطر اینکه قدرت چانه زنینی که ندارن، به خاطر نقطه ضعفایی که دارن، مجبورن امتیازات بیشتر بدن و امتیازات بیشتر میدن. ببینید الان شما فکرشو بکنید، 3 سال پیش راحت میتونستن همینی که الان دارن میخوان برن امضا کنن و میتونستن امضا کنن، بعد تو این 3 ساله این پولا هم گرفته بودن، بعد تو این 3 ساله میتونستن سرمایه گذاری توی زمینه نفتی کنن، میتونستن تو این 3 ساله میلیون ها میلیون نفت بفروشن، میتونستن تو این 3 ساله خیلی در واقع مشکلات جامعه رو حل و فصل کنن. ولی ملاحظه میکنید از موضع ضعیفتر، از موقع عقبتر و التباسی الان دارن میرن دنبالش. شما نگاه کنید تمام این خفت خالی رو پذیرفتن، بعد اون محمد مرندی سخنگوشون میاد میگه چی؟ میگه اگر آمریکا فقط این آژانس و مشکل ما تو آژانس رو حل و فصل کنه، ما قرارداد امضا میکنیم. خواستشون فقط حل و فصل مشکل آژانس و اون اورانیومی پیدا شده. ما اگه 3 سال پیش اینا با غرب رفته بودن، قطعا تا حالا اونو حلش کرده بودن. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، ببینید چقدر اینا حقیرن. این نشون میده اتفاقا که همچنان تهدیدات جدی منافع مردم ایران رو تهدید میکنه، منافع ایران رو تهدید میکنه، به خاطر این که خامنه ای بلند پروازی میکنه، خوشخیالی میکنه، توهم داره، توهم قدرت، توهم نمیدونم قدرت اسلام و چه میدونم ام القرآن اسلام و از این داستان ها، و بعد بهاش ملت ایران میکنه.